نوشافرین، آفرنده خوشنودی. نوشافرینی که امروز اکثر مخلصانش او را همچون سراینده می شناسند، پیروه خود را در جاده صنعت همچون هنرمند سینما آغاز کرده است. در سن 16 سالگی هنگام تحصیل در مکتب شبانه، او تصادفاً اعلان را در یکی از روزنامه ها می خواند که در آن استودیوی پیام دختران جوان سنشان از 18 ساله تا 20 ساله را برای در آزمون اشتراک کردن دعوت می کرد. از بین صدها اشتراکچیان آزمون، کارگردان میرلاهی او را انتخاب کرد. میرلاهی هنر نوشافرین را زود درک می کند. شادی نوشافرین را پایان نبود. او در حال با کار شروع کرده همچون هنرمند در ظرف 2 سال در 12 فیلم های هنری با چنین هنرمندان مشهور سینمای ایران به مثل سعید رد، بهروز وسوگی، بهمان مفید و دیگران نقش می آفرد. او را همچون هنرپیشه سینما می شناختند و او علاقه محبوب بود. اما آرزوی دیرینش نه هنرمند سینما بلکه سراینده شدن بود. نخست هنر نوشافرین را همچون سراینده آهنگساز جوان فریدون خوشنود به همگان معرفی میکند. در مدت کوتاه نوشافرین را در ایران نه تنها همچون هنرپیشه سینما بلکه همچون سراینده خوش‌سلیقه شناختند. زمان و تا حال نوشافرین با صمیمیت تام اظهار می‌دارد که از خوشنود، نفری که او را همچون سراینده معرفی کرد، خیلی مینادار است. او را هیچگاه فراموش کردن نمی‌توانم، میگوید نوشافرین. سببگار اساسی سراینده شدن من خوشنود است و من می‌خواهم که او بداند که تمام سروده‌های من همچون تحفه به او بخشیده می‌شود. من یه فن خیلی خوبی دارم به اسم وحید. در کجا؟ کرده. و وحید خیلی دوستت دارم. من همیشه مسیجاتو میگیرم و به زودی بهت زنگ میزنم. من به زنگ میزنم برای اینکه واقعا یعنی طرفدار واقعی من وحیده و طرفدار نمبر وان من وحیده. مرسی نوشافرین عزیز، بسیار ممنون که لطف کردی آمدی. تو سال 1986 او 27 سرود خود را ثبت میکند و در سال 1986 به هندوستان سفر میکند. با او زبان، فرهنگ و مناسبت مردم هندوستان خیلی پسند بود. از این خاطر او در مدت کوتاه زبان هندی را آموخته پیوسته موسیقی هندی را میموزد. سال 1992 او به کانادا رفته در شهر تورنتا میماند. هرچند که او در تورنتا در مدت کوتاه دوستان زیاد پیدا میکند ولی آوازخوانی نمیکرد و برخی از دوستانش در خصوص هنر آوازخوانی او حتی خبر نداشتند. ولی روزی او در یک محفل بین دوستانش سرودی را زمزمه میکند. حاضرین از شنیدن آواز نوشافرین در حیرت میمانند. پرستش چشمای تو شکر خدای عادت، خوب بودن تو عزیزم دروغ که نیست حقیقت. منکر نمیشم به خدا، من تو رو خیلی دوست.
هنر آوازخوانی او نیز در تورنتو مثل نقش آفری در سینما مخلص و طرفداران خود را پیدا کرد. نوشافرین بین طبقه فارسی زبان که در خارج کشور عمر به سر می‌بردند محبوب گردید. با او سال 1994 به لس آنجلس سفر میکند. در طول 6 سال نوشافرین 4 آلبوم سرودهایش را ثبت میکند. آلبوم پنجم سال 2000 پیشکش مخلصانش میگردد. او 10 مجموعه سرودهای خود را به اتمام رسانده است. خورشید از عاشق کی میگه دوره، شب من با بودن تو یه پارچه نوره، عشق تو مثل تاب بلوره، تو نباشی شبای من چه دوره. از بر میخونن آخری وقت آدم ها چه مهربونن. آره وای 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 آره وای 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 تو چه خوامن هم پیمانی چرا از من رو گردانی. عین حال نوشافرین در شهر لس آنجلس آمریکا عمر به سر می‌برد، شهری که امکانات‌های بیشتر را برای او همچون آوازخوان فراهم آورد.